بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. 32 چاه آب آشامیدنی حفر شده توسط دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مزار شریف کشور افغانستان به مرحله بهره برداری رسید. لازم به ذکر است این حلق چاه با همکاری مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثقال حسین علیه السلام از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا و مؤسسه خیریه IHC حفر و به بهره برداری رسید. نمایشگاه بین المللی کتاب و فناوری نوین موسل در استان نینوای عراق امسال با شعار موسل میخواند میزبان بیش از 100 مؤسسه انتشاراتی از 14 کشور بود. این نمایشگاه با حضور 110 ناشر از کشور عراق و دیگر کشورها با عرضه بیش از 2 میلیون جلد کتاب در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و فناوری از 5 مهر تا 14 مهر ماه در شهر موسل در استان نینوا در شمال عراق میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی بود. سلامت پا مسئله مهمی است که همه باید از آن مطلع باشند و برای تحقق این منظور 8 اکتبر به عنوان روز جهانی پودیاتری تعیین شده است. پودیاتری شاخه ای از پزشکی مختص بیماری های مربوط به پا و مچ بوده و به دلیل مشکلات شایع پاها و نقشی که در سلامتی سایر اعضای بدن ایفا می کنند به عنوان یک شاخه پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. داده های مرکز کنترل بیماری نیجریه روز گذشته اعلام کرد بیش از 350 نفر در 9 ماهه نخست سال جاری در کشور نیجریه بر اثر ابتلا به وبا جان خود را از دست داده اند که این آمار جهش 239% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حساب می آید. این مرکز همچنین افزود که لاگوس پایتخت تجاری کشور بیشترین تعداد موارد ابتلا را به ثبت رساند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز گذشته اعلام کرد که انتظار می‌رود تعداد افرادی که سطح بحران گرسنگی را در سومالی تجربه می‌کنند بین اکتبر تا دسامبر به 4.4 میلیون نفر افزایش یابد. گفتنی است علاوه بر این بر اساس این بیانیه 1.6 میلیون کودک زیر 5 سال تا ژوئیه 2025 در سومالی در معرض خطر سوء تغذیه حاد قرار دارند، از جمله 40,000 نفر که احتمالاً از سوء تغذیه شدید رنج میبرند. در حادثه‌ای که عصر روز دوشنبه 17 مهر ماه در معدن تزره دامغان رخ داد، یکی از کارگران معدن در اثر برخورد با واگن‌های حمل زغال سنگ دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. به گفته رئیس اداره صنعت معدن و تجارت دامغان، این معدن مجهز به آمبولانس جدیدی است که هفته گذشته مستقر شد. در زمان حادثه آمبولانس در محل حضور داشته و کارگر مصدوم به سرعت به بهداری و سپس به بیمارستان دامغان منتقل شد، اما تلاش‌ها برای نجات او بی نتیجه ماند. بر اساس تحقیقات انجام شده دانشمندان دریافتند چنانچه تغییرات صدایی در یک فرد ماندگار شد ممکن است نشانه یک مشکل مزمن جدی باشد که نیازمند بررسی پزشکی است. در همین راستا متخصصان برخی از شرایطی را که ممکن است بر نحوه صحبت کردن و صدا تأثیر بگذارد برمی شمارند. محققان دریافتند که گرفتگی عضلات بدن می تواند ناشی از کمبود 3 ویتامین و ماده معدنی مهم در بدن باشد. بر اساس مطالعات کمبود منیزیم در بدن علاوه بر گرفتگی عضلات می تواند نشانه های دیگری هم داشته باشد، مثل ضربان غیر طبیعی قلب، بی اشتهایی، تغییرات در خلق و خو یا شخصیت،
اسپاسم های عضلانی، ضعف عضلات و خستگی و بی‌حسی یا سفتی آنها.